سیاست سانسور حاکم بر اینترنت صدای باندهای درونی رژیم رو هم بلند کرده. محدودیتایی که رژیم برای استفاده از اینترنت اعمال میکنه تأثیرات مخربی بر کسب و کار مردم علاوه بر جلوگیری از جریان آزاد اطلاع رسونی میگذاره. وضعیت استفاده از اینترنت در ایران در قیاس با سایر کشورهای جهان چگونه است؟ برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با پروفسور حسین سعیدیان، استاد دانشگاه از کانزاس آمریکا. بسیار خوشحالم که همراه ما هستید. به شما سلام و خوش آمد میگم دکتر سعیدیان. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین. ابتدا میخواستم ارزیابی شما رو بشنویم از فضای رسانه‌های رژیم نسبت به محدودیت اینترنت و اینکه ضرر و زیان‌هایی که این موضوع به مردم هم میرسونه. بفرمایید دکتر. اول سلام میکنم خدمت شما یاسر عزیز و سلام به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. این محدودیت ها که شما بهشون اشاره کردین، محدودیت ها و سانسور های اینترنتی که توسط رژیم ولایت فقیه اعمال میشه، تأثیر منفی قابل توجهی بر روی کسب و کارها، دانشگاه‌ها، مؤسسات پزشکی و بسیار دیگه از نهادها داره، مخصوصاً در زمینه‌هایی که نیاز به ارتباطات و سرویس‌های جهانی باشه. مثلاً در زمینه کسب و کارها این محدودیت‌ها موجب میشه که اختلال‌های اقتصادی فراوانی به وجود بیاد برای کسب و کارهایی که به طور فزاینده‌ای به رد و بدل‌های اینترنتی وابسته هستند، مثل تجارت به اصطلاح الکترونیک، استفاده از سرویس‌های بانکی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، تبلیغات آنلاین و ارتباط با شرکا و یا مشتریان بین‌المللی. چه این محدودیت ها منجر به از دست دادن درآمد و حتی بسته شدن کسب و کارهای مردم میشه. مردم و حتی خیلی از بیزنس های ایرانی نمیتونن تا حتی یک کارت اعتباری بانکی داشته باشن که اعتبار بین المللی داشته باشه و باهاش بتونن در بازار جهانی خرید کنن و یا از هزاران اپلیکیشن و سرویس های بسیار کیفی و تخصصی و نرم افزارهای خیلی خوب که باید براشون پول داد بتونن از اینا استفاده بکنن. در زمینه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، اینا چون تجربه شخصی دارم بهش اشاره میکنم، استادان و استادان دانشگاه و دانشجویان به مشکلات در دسترسی به منابع آموزشی آنلاین از جمله موارد تحقیقاتی، ژورنال‌های علمی که اکثرشون آنلاین هستن و ابزارها و راه‌حل‌های تدریسی مواجه میشن. این هم تأثیر خیلی منفی بر کاهش کیفیت آموزش و تحقیقات در دانشگاه ایران داره. دسترسی بسیار محدود به پلتفرم‌های آموزشی و محدودیت‌های همکاری بین‌المللی هم تأثیرات خیلی منفی بر کیفیت تحقیقات و شناخت جهانی دانشگاه‌های ایران گذاشته. همونطور که گفتم، شخصا تجربه و مشاهدات عینی دارم. در کادر مؤسسات پزشکی هم این محدودیت‌ها میتونه منجر به تأخیر در مراقبت از بیماران و تحقیقات پزشکی بشه. خیلی دیگه از این مورد هست که میشه راجبشون حرف زد، ولی اجازه بدین به دو تا مورد دیگه اشاره بکنم که شاید بینندگان محترمتون راجبش ندونن. یکی در بزرگتر شدن شکاف و یا بهش میگن تو انگلیسی دیجیتال دیواید، یعنی شکاف دیجیتال هستش، به این معنی که بعضی از هموطنان که بالاخره تخصص بیشتری دارن، منابع مالی بیشتری دارن، میتونن راه حل هایی برای دسترسی به اینترنت و سرویس های اینترنتی، حالا هم آموزشی، هم تجارتی، هم تفریحی و غیره پیدا بکنن، در حالی که دیگران که
منابع مالی کمتری دارن و یا اطلاعات و تخصص کمتر دارن، نمیتونن از منافع دسترسی به اینترنت استفاده بکنن و لذا این دیواید و یا این شکاف روز به روز بیشتر میشه. خودم هم توی این مورد هم تجربه داشتم، اینا با خیلی از دوستان و آشنایان که در تماس اینترنتی بودم، خیلی این تماس ها چند سال اخیر از بین رفته، چون اینا منابع مالشون کمتر بود و یا تخصص لازم برای خریدن و یا اینستال کردن فیلترینگ و وی پی ان و غیره نداشتن. مورد دوم که باید بهش اشاره بکنم اینه که این محدودیت ها کاربران ایرانی با ریسک امنیت سایبری زیادتری روبرو میکنه. افراد و حتی سازمان ها برای اجتناب از این محدودیت هایی که رژیم پیش میاره سعی میکنن فیلتر و یا وی پی ان و یا از راه های دیگه استفاده بکنن که ممکنه که اون چیزی که باید درست استفاده بکنن و نکنن و این استفاده از مورد های تقلبی ممکنه که تهدیدهای سایبری زیادی براشون به وجود بیاره. به طور کلی زیرپا گذاشتن حقوق دیجیتال مردم ایران و محدودیت‌های اینترنتی، همونطور که شما خودتون گفتین، نه تنها دسترسی آزاد به اطلاعات را از بین برد و به رشد اقتصادی، به کیفیت آموزش، به پیشرفت‌های تحقیقاتی و به همکاری‌های بین‌المللی ضربه می‌زند و در نهایت توانایی پیشرفت و توسعه در ایران را محدود می‌کند. در ضمن همطور که شما اشاره کردین، یک وبسایت دولتی به نام همیهن اخیراً یک مقاله‌ای داشت به نام مردمان حذف شده، که مردمان حذف شده از دنیا، چه مثال‌های خیلی مشخصی از این محدودیت‌ها می‌زنند. اگه وقت بود من می‌تونم چند تاش از رو خودشون بخونم. بله، در تو همین محدودیتی که الان شما دارین میگین دکتر سعیدی، من می‌خواستم نگاهی هم بکنیم به میزان استفاده‌ای که در واقع سایر کشورها از اینترنت می‌کنن. شما از تجارب خودتون گفتین در قیاس با مردم ایران، اگه این رو هم برامون توضیح بدین خیلی سپاسگزارم. من چند تا آمار استفاده و کاربرد اینترنت در ایران و مقایسهشون با بقیه جهان دارم که با چند تاشون اشاره میکنم. یکی اول اون به اصطلاح اینترنت پنتریشن بهش میگن، میزان نفوذ میگن، که به طور کلی در رابطه با اون درصدی از جمعیت هستش که میخوان از اینترنت استفاده بکنن، که در ایران حدود اون درصد در مجموع خیلی بالا هستش، نزدیک 78% هستش، که در قیاس در سطح جهانی بالاتره، چون میانگین میزان نفوذ اینترنت در جهان حدود 54% هستش. ایران میزان نفوذ اینترنتی بیشتری نسبت به بقیه جهان داره به دلایل متعددی، از جمله قشر جوان، قشر با استعداد و تحصیل کرده و فرهنگ بالا. ولی وقتی که نگاه میکنیم به میانگین سرعت اینترنت، میانگین جهانی 53 مگابیت در ثانیه هستش، در حالی که سرعت متوسط اینترنت در ایران حدود 6 مگابیت در ثانیه هستش، یعنی تقریبا در قیاس با در بقیه دنیا 1/10. وقتی که به همین مورد در مورد همسایگان خودمون نگاه میکنیم، باز من چند تا آمار بهتون بگم. در مثلا امارات سرعت اینترنت 120 مگابیت در ثانیه هستش، که حدود 20 برابر ایران. در عربستان 180 هستش، که 30 برابر هستش. در کویت 160، در ترکیه 60 هستش. من میتونم از بقیه‌شون هم بگم. تنها همسایه‌ای که کشوری که در همسایگی هستش و سرعت اینترنتش از ایران کمتره، افغانستان هستش. وقتی به تنظیمات مقررات اینترنت توسط سیستم‌های حاکم نگاه می‌کنیم، در مقایسه با بقیه کشورهای جهان، مخصوصاً غرب و خیلی از کشورهای آسیایی، می‌بینیم که رژیم ایران سانسور بسیار شدید داره، سعی می‌کنه چه کاملاً اینترنت رو کنترل بکنه. بسیاری از وبسایت‌ها، هزاران، ده‌ها هزار وبسایت و رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رو مسدود کرده، دسترسی به خیلی از پلتفرم‌ها رو بسته یا بسیار سختشون کرده. در کنار همه اینها،
این نکته خیلی مهمه، میخوام روش تاکید بکنم، به خاطر سیاست‌های تروریستی، به خاطر سیاست‌های بسیار مخرب هسته‌ای و کارهای غیر دیپلماتیک و گستاخانه‌ای که رژیم ایران کرده، دودش مثل بقیه سیاستاش به چشم مردم ایران میره و مردم ایران باید هزینه‌شو بپردازن. یکی هم همین مورد هستش که در کنار محدودیت‌هایی که خود رژیم ایجاد میکنه، مردم ایران از بعضی از سرویس های اینترنتی دیگه هم محروم هستند، مثلا برای تقاضای کارت اعتباری و یا خرید بعضی از سرویس های پرمیوم که برای ایرانیان قابل دسترس نیستنشون. بله، دکتر سیدیان، به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم که چرا این همه میزان ضرری که الان شما به خوبی تو صحبتاتون گفتین، هم در ابتدا گفتین که در عرصه های مختلف از دانشگاه تا حتی بیزینس ها و تجارت و هر موضوعی چقدر مردم دارن محدود میشن، الان هم که با آمار مشخص سر سرعت اینترنت گفتیم و یه قیاس خیلی کوتاه فقط با کشورهای همسایه، چرا رژیم اینقدر محدودیت بر مردممون روی مسئله اینترنت داره اعمال میکنه؟ ببینید، در تمام کشورهای پیشرفته و آزاد از تکنولوژی و مخصوصا فناوری و تکنولوژی اینترنت برای رفاه مردم، برای دسترسی به اطلاعات، برای ارتباطات، برای اطلاع رسانی استفاده میشه و به این امکانات به عنوان یک فرصت نگاه میکنن که خدمات بیشتری در اختیار مردم و جامعه قرار بدن. ولی خامنه‌ای که در نقطه بنبست سیاسی و اجتماعی و اقتصادی قرار داره، با اشراف کامل به تأثیر همه این ضربه ها که بهشون اشاره کردن، این محدودیت های اینترنتی رو ادامه میده. برای این رژیم ضد ایرانی استمرار حکومت پلید و شیطانیش براش مهمه و هیچ نگران مختل کردن کسب و کار و ارتباطات و رفاه مردم نیستش. اگر بخوام نیت و اقدامات رژیم رو خلاصه کنیم، بعد بگم که رژیم محدود کردن اینترنت رو به یک اهرم دیگه برای سرکوب ازش استفاده میکنه. هدفش سانسوره، هدفش جلوگیری از گسترش اخبار قیام‌ها هستش و قطع ارتباط بین شورشگران و بین براندازان، و با مختل کردن ارتباطات اینترنتی میخواد که زمینه سرکوب و اختناق رو بیشتر بکنه و نمیخواد که اخبار جنایاتش به گوش مردم برسه. اینه که این رژیم ضد ایرانی هیچ وقت نگران سلامت جامعه و رفاه مردم نبوده. و اینم یک مورد دیگه هستش، اشراف کامل دارن ولی با اون اشراف کامل دقیقا این کار را انجام میدن. بله، بسیار سپاسگزارم از شما پروفسور حسین جهانسوز، استاد دانشگاه از کانزاس آمریکا. حسین سعیدیان، معذرت میخوام، گفتگوی بعدی ما با دکتر جهانسوز اشتباه کردم، معذرت میخوام. پروفسور حسین سعیدیان، از اینکه همراه ما بودین و همه نکاتتون پیرامون محدودیت‌های اینترنت در ایران و مطالب مفیدی که برامون گفتین، خیلی ممنون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. پروفسور سعیدیان، مرسی، خیلی خوشحال شدم مجددا خدمتتون بودم. درود بر شما.